حالا قبل از هر چیز خلاصه برخی از مهمترین خبرهای 75 سال گذشته به روایت آرشیو رادیوی فارسی BBC. اینجا لندن است. اینک خلاصه اهم اخبار روز. در میدان جنگ مغرب متفقین در ریمگن مدام انبوه سپاه و مهمات و ذخایر از رود رن عبور داده به قطع زمین متصرفی خود در آن طرف رود میرسانند. در جنوب ریمگن سپاه اول و سپاه سوم ایالات متحده به هم رسیدند. امروز عده زورمندی از بمب افکن‌های سنگین آمریکایی محوطه‌های راه آهن و وسایل خطوط آهن را در رور و اطراف آن معرض حمله قرار دادند. و حالا شنوندگان گرامی، لحظه ای که همه تماشایی ها منتظرش بودند نزدیک می شود. همه گردن ها کشیده شده و چشم ها به طرف چپ، به طرف ارگ بزرگ و مجلل بحریه در دست راست ما، همه چشم ها به اون طرف دوخته شده و همین عصای کالسکه مطلای ملکه پیدا می شود. پیشا پیش اونها یکی از اسکورت های دربار با لباس های آبی رنگ، هیئت نوازندگان در پیشاپیش آنها حرکت میکنند. چه منظره‌ای، چه ابهت و جلالی. آهسته آهسته به تدریج از زیر ارگ بزرگ بحریه بیرون میآیند. شاه ایران و همسرش فرح پهلوی بامداد امروز تهران را به طور ناگهانی و مخفیانه ترک نمودند. در حینی که شاه از پله‌های هواپیمای جت مخصوص خود پایین می‌آمد، آشکارا گریه می‌کرد و گفت به این دلیل برای گذراندن تعطیلات می رود که خسته است. و از پاسخ به این پرسش که کی باز خواهد گشت خودداری نمود. در خارج از خاورمیانه اسمش را گذاشتند جنگ فراموش شده. اما یکی از جنبه‌های عجیب این جنگ آن است که هر دو کشور از این که سرگرم جنگ با یکدیگرند به خود می بالند. و در واقع هر دو اولین سال روز جنگ را جشن گرفتند. همان سیل جمعیتی که 10 سال پیش در بازگشت آیت الله خمینی به ایران از او استقبال کرد، امروز جنازه او را به خاک سپرد. تهران در حرکت حدود 2,500,000 نفر زن و مرد سیاه پوش فلج شد. و اما اولین اقدام طالبان پس از اشغال کابل ورود به ساختمان سازمان ملل متحد بود است. آنان دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان را از آن ساختمان خارج کردند و پس از کشتن او جسدش را به تیر چراغ برقی در مقابل کاخ ریاست جمهوری به دار آویختند. میلیون ها تن از مردم ایران دیروز در یک انتخابات کم نظیر ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی را به سمت رئیس آینده جمهوری اسلامی ایران برگزیدند. وسعت حضور مردم به خصوص زنان و جوانان در این انتخابات به استنباط بسیاری از ناظران و کارشناسان مسائل اجتماعی بیانگر خاص جامعه ایران به تغییر و باز شدن فضای سیاسی آن. سرخط مهمترین خبرهای 75 سال گذشته از آرشیو رادیوی فارسی BBC.